ارزش جان انسانها در نظام ولایت فقیه. اینجا ووهان زادگاه کرونا در چین است، ششمین شهر پرجمعیت جهان، منطقه گردشگری با بیش از 8000 کیلومتر مربع و 13 میلیون جمعیت. چینی ها با مشاهده کرونا در ووهان بلافاصله تمام منطقه را قرنطینه کرده و با تمام امکانات از گسترش ویروس به سایر شهرها جلوگیری کردند. و اینجا قم مرکز گسترش کرونا در ایران است، شهری با 285 کیلومتر مربع وسعت و بیش از 1 میلیون نفر جمعیت. اما تلفات قم که 30 برابر کوچکتر از ووهان است غیر قابل تصور است. افزایش موقت تقاضای ماسک در بازار و این جو کرونایی جامعه. هر جای شما توی شهر بار پیدا نمی‌کنید. نیست یا قیمتش خیلی بالاست. 5 تا داروخانه رفتم ماسک پیدا نکردم. ماسک متاسفانه هم روزای اول خب تموم شد. درصد مرگ و میر کرونا در چین حدود 3%. در کره جنوبی و ژاپن کمتر از 1% و در ایران با احتساب آمار غیرواقعی دولت بیش از 20% است. یعنی میزان تلفات در ایران 700% بیشتر از تلفات مشابه در چین است. به گزارش سازمان مجاهدین، رژیم به شدت پنهانکاری می کند و در حالی که بیش از 300 نفر جانشان را از دست دادند، روز جمعه آمار 34 نفر را اعلام کرد. یک عضو مجلس آخوندی گفت: آقایان را به خداوندی خدا قسم می دهم که آمار واقعی به مردم ارائه دهند. به صراحت می گویند که آمارهای ارائه شده تا کنون هیچ واقعی نیست. قبرستانها را که نمی شود پنهان کرد. در مقایسه وضعیت گسترش ویروس کرونا در ایران و چین به روشنی می بینیم که در چین سلامت مردم نخستین اولویت نظام است، اما در نظام آخوندی جان انسانها ذره ای اهمیت ندارد.